دوستان و وطنداران عزیز سلام دوباره خدمت شما خدا را شکر برای وجود شما که بیننده برنامه هستین و خدا را شکر برای زمان و فرصتی که خداوند فراهم ساخت این جانب نور دوباره با تقدیم کردن سلسله از برنامه های پیروی مسی دوباره در خدمت شما باشم دوستان و عزیزان امروز هم بخشی از فصل دوم این سلسله درس ها هستیم و عنوان برنامه امروز ما یا تیتر برنامه امروز ما نام داره که دور شدن از عقاید و باورهای گذشته ای ما چرا این برنامه تحت این عنوان خدمت شما تقدیم میشه و چرا این موضوع خدمت شما آماده کردیم به خاطر از اینکه دوستان عزیز ما قبلا هم خدمت شما گفتیم که این برنامه ها با رابطه با عزیزان استن از وطنداران ما که جدیدن و خانواده خداوند عیسی مسیح پیوستن و در ایمان مسیح آغاز کردن و میخواین که پیش برن پس ما خصوصا ما شما افغانا و وطندران عزیز آنه که خدا را شکر نجات را دریافت کرده و عضو از خانواده الهی هستیم مسیح زادن نبودیم و بعد از ایمان وارد خانواده خداوند شدیم پس از یک بگران از یک باورهای در گذشته داشتیم و آمدیم امروز با خداوند عیسی مسیح آشنا شدیم و وارد زندگی مسیحی و زندگی پاک روحانی شدیم پس لازم از دوستان عزیز که ای سلسله درس ها را داشته باشیم تا بتونیم بهتر خوبتر و آنچه که کلام خدا از ما تقاضا داره و خاص پدر است در عیسی مسیح مطابق از امو زندگی بکنیم و در زندگی ایمانی به پیش بریم و کمک و یاری خداوند ایسای مسیح حالا دوستان عزیز کلام خدا می فرماید که ما همه گسفندان گمراه بودیم همه برای خود روان بودیم هر کس در یک باور و حقیده و یک, یک یک اندیشه داشت و پیش می رفت وقتی که ایمان به عیسی مسیح میاریم بنابراین دوستان عزیز ما چیکار کار میکنیم؟ بر طبق یک ایمان یک باور از یک کلام از یک خدا با هدایت یک رو زندگی رو آغاز و رو پیش می بریم و لازم است که این مسیر را که خوشبختانه در نجات به عیسی مسیح به دست آوردیم اینه چیکار بکنیم این زندگی را عیسی مسیح را در ایمان به عیسی مسیح زندگی بکنیم چون ما در درس های و صحبت های قبلم خدمت شما گفته بودم که ما فقط به ایمان اکتفا نمی بلکه ایمان مسیحی خود ما را زندگی میکنیم و زندگی کردن در ایمان به عیسی مسیح و ایمان را زندگی کردن لازم است که ما عقاید باورها و حتی عادتهایی که از گذشته داشتیم او را باید دور بکنیم چرا چون وارد زندگی جدید میشیم وارد یک ارتباط جدید میشیم وارد یک ایمان تازه و نو میشیم ایمانی که در راستای کلام خدا زندگی پاک مقدس و خدا پسندانه با عیسی مسیح با کمک یاری خداوند و با یاری رول قدوس هستش پس لازم از دوستان عزیز که به عنوان پیروان و نجات یافتگان بتانیم آن چیزی که خدا از ما میخوایه مطابق از او رفتار بکنیم چطور میتانیم مطابق کلام رفتار بکنیم اگر از باورها و عقاید و او شخصیت گذشته که داشتیم جدا نشیم گرچه ایمان به عیسی مسیح گرچه بعد از اینکه ما ایمان میاریم و و و توبه و بازگشت میکنیم وارد این مرحله جدید و روحانی زندگی میشیم از یک جای باید ایمان ما را طبق کلام خدا آغاز بکنیم چنانچه ما آیه را میخوانیم در کلام خدا دوستان عزیز و کلام خدا بر ما در کتاب دوم قرنتیان باب پنج آیه 17 بسیار زیبا میگه و ای آیه است که من بسیار دوست دارم و همیشه در صحبت ها از این یاد کردیم چرا شخصیت و زندگی خود مرا این آیه دگرگون کرده و واقعا باعث بسیار برکت در زندگی خودم بوده تمامی کتاب الهام خداست تمامیش برکت است تمامی کلام زندگی انسان تغییر میتر ولی این آیه در شخص ما بسیار کار کرده بنابراین من خواستم که این آیه را به شما دوستان عزیز شریک بسازم کتاب دوم قرانتیان باب پنج آیه 17 چونین میگه میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است هر آنچه کنه بود در گذشت همه چیز نو شد تازه شد شخصیت ما زندگی ما ذات ما همه چیز ما بعد از ایمان به عیسی مسیح نو میشه تازه میشه یعنی آن شخصیت و انسانیت و اون ذات و آن چیزی که در گذشته داشتیم در ایمان مسیح همگیش وقتی که ایمان میاریم تمید میگیریم دفن میشه و ما با یک شخصیت روحانی با یک انسانیت جدید با یک روش جدید که این روش ادامه داره بلند میشیم و با ایسای مسیح خداوند زندگی را آغاز میکنیم پس این جدید بودن و تازه شدن و نو شدن لازم است دوستان عزیز که ما بازم تکرار میکنم که از باورها و قایده که از گذشته با خود داشتیم او رو دیگه عمل نکنیم با خود ما بلکه اجازه بتیم که آن که خداوند بر ما به وجود آورده در ایمان به خودش طبق امو زندگی را شروع بکنیم و ادامه بدیم پس حالا به عنوان پیروان و نجات یافتگان در مسیح چیزای به اهمیت که لازم نبود در زندگی ما و او را حمل با خود ما او را از خود دور بکنیم وطن داران عزیز واقعا بسیار چیزهایی بود که ما فکر میکردیم برای خداوند است فکر میکردیم که مورد قبول خداوند است فکر میکردیم که این کارا را اگر انجام بتیم، گویا خدا از ما خوشنود میشه به اصطلاح بگویم گویا زندگی خدا پسندانه داشتیم که در حقیقت نبود چرا؟ چون قبل از ایمان به عیسی مسیح ذات انسان با گناه یکی است پس انسان گناهکار نمیدان آن چیزی که خدا ازش میخواید او را انجام بده شاید با اعمال و رفتار انسانی شاید با فکر انسانی شاید از باورها و قیدهای گذشته چیزایی را با خودش انجام بده که آنها هیچ کدام نمیتونه ما را مورد مقبول خدا قرار بده و الا ایمان به عیسی مسیح و جدا شدن از گناه و پیوستن به ابدیت پیوستن به خدا که بعد از ایمان به عیسی مسیح آن روح خدا در ما قرار میگیره و ما زندگی جدید و تازه را آغاز میکنیم از نو مولود میشیم از نو مولود از نو تولد میشیم به اصطلاح و در مسیحیت برش میگم که تولد دوباره این تولد دوباره زندگی به اهمیت و چیزهای کهنه را از ما دور میکنه پس وقتی که می از نو تولد شدن به ایمان دیگه که شخصیت گناه کنه دیگه تمام شد دفن شد با عیسی مسیح با یک شخصیت روحانی دوباره قیام میکنیم و این ایجاب میکنه دوستان عزیز که ما دیگه روی باورها و قیدای گذشته خود اصلا فکر نکنیم ما بعض شریعت بگویم یا بعضی اعمال از گذشته یا در گذشته داشتیم که فکر میکردیم با انجام از او گویا خدا را خوشنود میکنیم که هم تو چیز نیست و چیزی که ما را خوشنود میکنه و محبتی که ما با احترام که ما با خدا داریم ما میتونیم مطابق کلام خدا آیت راست که در کلام خدا است که میگه که خداوند خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی نفس و تمامی روح دوست داشته باش و همسایه خود را مانند خود این است حکم خداوند اگر ما با تمام جان و دل و ایمان و باور و قلب و فکر و همگیشه در کار میگیریم و با خداوند خود ما احترام میگذاریم این خود زمان است که ما از عقاید گذشته چی میشیم خلاص میشده باشیم چنانچه ما در باورهای گذشته معمولا باید کارهای را انجام میدادیم خود ما را بسیار سر خدا تحمیل میکردیم یا میفتیم ببین خدا من این کاری کاری کار میکردم هزاران اعمال انسانی را انجام بدادم تا بگم خداوند دیدی که من کار خوب کردم حال من را بپذیر یا من حال حتما مورد بذیرش تو هستم و خوشبختانه که در ایسای مسیح این نیست حالا که مسیح را در برگرفتیم زندگی ما جدید شد وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میارم وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردی میگه نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکنند پس وقتی که مسیح در من تو زندگی میکند روی خدا در من تو قرار دارد به این معنی که شخصیت ذات نفس درون هر آن چیزی که از گذشته داریم همش تغییر میکنه همش نو میشه تازه میشه چقدر این آیه بر ما زیبا گفته هر کی در مسیح است خلقت تازه است هر آنچه کنه بود در گذشت همه چیز نو شد تازه شد همه چیز نو شد ایمان نو عشق نو زندگی نو حتی عادت های ما حتی روش های زمینی و انسانی ما در ایمان به مسیح نو میشه دوستان عزیز چرا چون یک شخصیت روحانی یک شخصیت پاک یک شخصیت که با مطابق کلام خدا با رفتار ما زندگی خدا پسندانه می داشته باشیم اینا همش نو میشه در مسیح اگر اجازه بدیم و اگر مطابق کلام خدا زندگی بکنیم خدا را شکر به ایمان عیسی مسیح که نه تنها ذات ما را بلکه بیرون ما را نیز زیبا می سازه. و درون بازنماینده یا بازگو کننده ظاهر ماست چیزی که ما در ظاهر نشان میده او چیزی که در درون ما هست و خداوند عیسی مسیح ما از درون تبدیل و تغییر میاره برای ما ما را از قلب قلب ما را تغییر میده فکر ما را وقتی قلب و فکر و درون ما ذات ما نو شد مسلما روند زندگی ما تغییر میکنه بهتر میشه نیکو میشه اعمال رفتار ما دیگه انسان نیستیم که دروغ بگویم انسان نیستیم که محبت نکنیم انسان نیستیم که کینه و کورت داشته باشیم انتقام جو دیگه باشیم خب اینا در شخصیت است که در ما شکل میگیره گیره آیستا 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 هر چی با خداوند عیسی مسیح زندگی میکنیم هر چی با کلام خدا زندگی میکنیم ما در درس قبلی خواندیم که ما تعالیم درس کلام خدا را دریافت میکنیم و دریافت تعالیم درس کلام خدا اینا خودش باعث میشه که روز به روز شخصیت ما تغییر کنه رفتار ما تغییر کنه گفتار ما تغییر کنه حتی دوستان عزیز زیباتر هم هستش که حتی رنگ بوی دنیا برای من تو تغییر میکنه چرا چون زیبایی خدا در ما قرار میگیره وقتی که مسیحی میشیم یا که ایمان بس مسیح میاریم به عنوان فرد از نو تولد یافته وقتی که در این دنیای زمین زندگی میکنیم حتی رنگ و بوی حتی فضای این دنیا برای ما تغییر میکنه چرا همه چیز در نیکویی میبینیم همه چیز در راستی خداوند اینا دوستان عزیز همگیش امکان در ایس، ایمان عیسی مسیح داره وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم بیایید دوستان عزیز یکی از آیات دیگه از کلام خدا را توجه بکنیم کتاب افسوسیان باب 4 آیه 20 و 24 من خدمت شما میخوانم و میبینید که خداوند چی میگه در اینجا برای ما اما شما مسیر را بدین گونه اید اما شما عیسی مسیر را بدین گونه اید پس به چی گونه این نصرایس که پولس میکنه حالا چی بیگمان درباره او شنیده اید و مطابق آن حقیقتی که در عیسی است تعلیم یافته اید شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود آن انسان قدیم را که تحت تاثیر امیال و فریبنده و دست خوش و فساد بود از تن خود به در آوردید باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را دربر بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد چقدر زیبا برای ما میگه دوستان عزیز اما شما مسیر را به این گونه نیاموختید به این گونه ما ایسای مسیح نصیب نشدیم خداوند در ایمانش ما را افتخار را به این نداد که وقتی که ما ایسای مسیح را دریافت کردیم مسیحی شدیم، بس قول ما شما افغانا ایسایی شده و خداوند حقیقی را پیدا کردیم باز که همون انسان سابق باشیم بلکه کلام خدا تعلیم اعتبار ما همین رقمه که درون ما را خدا نو میکنه بیرون ما را خود ما شما برش تصمیم بگیریم در جایی که نباید بریم نریم حمال را که نباید انجام بتیم نتیم گفتار را که نباید بگویم نگویم حتی گفتم ایمان به ایسای مسیح دوستان عزیز بسیار بسیار همه قدر که شیرین است همه قدر زندگی کردنش اساس است و ما را تعلیم میده که چطور باید زندگی بکنیم ذره به زندگی ما مطابق کلام خدا باشه ما بارها در صحبت ها گفتیم که ما کلام خدا رو فقط اش نیستیم که ما بخوانیم کلام خدا را و بخوانیم و حفظ بکنیم ما حافظین کلام خدا میسیم ما کنندگان کلام خدا سیم که در درس بعدی با امید خدا از ایمان و عمل روش بیشتر صحبت میکنیم ولی ما کلام خدا رو زندگی میکنیم ما گفتیم که ما دیگه ایسای مسیح با اون شکل که قدیم بودیم حالا دیگه نداریم پس مسیر جدید یافتیم پس زندگی هم جدید میشه در ایسای مسیح و شما مختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین بشین خود آن انسان قدیم را که تحت تاثیر امیال فریبند بنده و خوش و فساد بود از به در ما در فساد این دنیا زندگی می کردیم در نابریباری های این دنیا در, 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 جهالت این دنیا در بدی ها و گناهان این دنیا در فساد این دنیا زندگی می کردیم که جدا از قدوسیت و جدا از اراده خدا بود درست است که ما در دنیا هستیم ولی بله از دنیا نیستیم درست ما در این دنیا زندگی میکنیم اما مطابق امیال ناشایست این دنیا زندگی نمیکنیم دور مثال ما در باورهای قبل شنیده بودیم برای ما یاد داده شده بود که دروغ مسلحات آمیز داشته باشیم به عنوان مثال اگر یک دو نفر جنگ میکنه ما به عنوان که دوست از او هستم و بخوایم اونا را از جنگ و دعوا خلاص بکنم میایم چهار تا دروغ میگم تا دو نفر از جنگ و دعوا جدا شوند و خاطر دل خوشی اونا که این در ایمان مسیحی نیست این گناه است دروغ است درش ریا هستش پس چرا همین در زندگی جدید نتونیم در صداقت راستی با خدا در حقیقت اونا را از, از, از جنگ و دعوا جدا بکنیم نه که با دروغ پس چقدر حتی گفتم در گفتار و رفتار ما تاثیر داره ایمان مسیحی آیت 22 از کتاب چهار افسسیان از زندگی گذشته دور شویم این یک حکم است و یک 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 تعلیم جدی برای ماست که از اه اه رفتار و کردار زندگی گذشته باید دور شویم بیاموزیم که زندگی جدید در مسیح چطوری و چگونه هست آموختنش کلام خدا و تعلیم دریافت تعلیم درست با آیت 24 آیت 24 یک بار دیگه خدمت شما با خانم دوستان عزیز و میگه که و انسان جدید را دربر کنید که آفریده شده است تا در پرسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا شود ما زمان شبیه خدا میتونیم شویم زمان شبیه پسر خدای عیسی مسیح میگردیم زمان میتونیم که زندگی گذشته را بگذاریم کنار و آن زندگی جدیدی که خدا از ما خواسته مطابق قضو رفتار بکنیم و کدام زندگی است در پرسه قدوسیت و حقیقت در قدوسیت و حقیقت میتونیم اه... با خداوند زندگی بکنیم حقیقت کلام خدا ما را جدا میکنه از زندگی ج... گذشته کلام خدا میگه هر کی به در مسیح سرقت تازی است مسیح یعنی حقیقت حقیقت خدا اگر ما در حقیقت خدا یکی میشیم این حقیقت ما را جدا میکنه از از, از از از, این واقعیت این 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 خداست ما را جدا میکنه از گذشته اما اجازهش باز در دست من توست که ایده اجازه بتیم که خداوند روحش در ما کار بکنه وطنداران و عزیزان من وقتی که به ایسای مسیح ایمان میاریم روی خدا را دریافت میکنیم روی خدا به این معنی که کلام خدا برای ما تعلیم عیسی مسیح و من میرم بعد از من خوب است که رول قدوس به شما بیاد تا همیشه شما قوت داشته باشید و همه چیز به یاد شما بیاره حتی اگر نسایه و تعالیم که عیسی مسیح برای ما داده این روی قدوس خداست که را به یاد ما میاره روی قدوس خداست که ما را در در کارهای ما ملزم میکنه و کمک یاری میکنه در کار خوب ما را یاری میرسانه در کار بد اگر انجام بده ما را ملزم میکنه به شرطی که با روی قدوس خدا همیشه در ارتباط باشیم و زندگی بکنیم با و زندگی پاک و در قدوسیت و حقیقت خدا زندگی کردن زمان برای ما امکان داره که ما اجازه بتیم روی خدا که در ما هست کار بکنه و امکانات از بتیم برای خداوند چرا خداوند فشار نمیاره زور نمیکنه خدای ما خدای نیست که با گرز آتشین بالای سر ما ساده شوه و بکو بک بکو ای کار بکو ای کار نکو در محبت کامل در عشق الهی خودش بر ما پیامش داده کلامش را داده تعلیمش را داده کتابش را داده روح خودش از همه بالاتر داده که این روح خداست که کلام را برای ما بکاشفه میکنه و تعلیم میده و تمام درست و تعلیم کلام را روی قدوس خداست که برای ما واز میکنه و ما را در اون راستا ادایت میکنه برای ما همه را داده خدا را شکر جلال بر خداوند عیسی مسیح که ما را به هیچ زمان در هیچ آل تنها نگذاشته و فقط بر یک ای ایمان نیست که ایمان آوردیم تماش این ایمان ما این این قوت و این اقتدار داره هموطن عزیز ما به عنوان یک مسیح آیا به اقتدار ایمان در عیسی مسیح آگاه هستی و میدونی که چی اقتدار در عیسی مسیح داری هویت من تو در خداوند عیسی مسیح پس این اقتدار و این هویتی که من تو داریم اینا همش افتخار است که خدا داده و اینا میتونه ما را زندگی پاک خدا پسندانه را نصیب بکنه خدا را شکر میکنیم کلام خدا دوستان عزیز وقتی که میگیم ضرورت دریافت این تعالیم چی است ضرورت این چی است که ما این سلسله برنامه ها را داشته باشیم خاطر از ای که آن زندگی پاک خدا پسندانه ای که خدا از ما توقعش داره ما با کمک یاری خداوند رول قدوس انجام بدیم دوستان و وطنداران عزیزم کتاب رومیان باب دوازای دو بسیار واضح مستقیم و کاملا جدی بر ما میگه که همشکل این دنیا نشویم اگر ما قبلا هم گفتم مطابق خواستهای دنیا زندگی میکنیم آنها هم همشکل دنیا هستیم هیچ فرق با غیر مسیحیان غیر ایمانداران به ایسای مسیح نیستیم بناهن وقتی که کلام خدا میگه همشکل این جهان نشوید این از کلام خدا خدا باشو بخوانم چون وقت کم است و باید خدا خدافیزی بکنیم کتاب رومیان باب دوازده ای دو میگه که و دیگر همشکل این عصر یا این جهان یا امروز نشوید بلکه با نوشیدن ذهن خود دگرگون شوید آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود اراده نیکو و پسندیده و کامل او یعنی عیسی مسیح پس رو این جمله بسیار توجه بکنیم که کلام خدا بر ما میگه که همشکل این جهان مشوید همشکل این دنیا در این دنیا بسیار 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 کارهایی است که خلاف اراده خداست گرچه خدای دنیا و جهان در زیبایی خلق کرده ولی مردمان این دنیا متاسفانه خلاف اراده خدا و خلاف آن چیزی که خدا توقع داره و خواسته عمل میکنن با خاطر از او ما نباید همشکل دنیا شویم در مسیح هستیم خلقت ما جدید است خلقت ما نو از تولد تازه یافته. در دنیا هستیم از این دنیا نیستیم مطابق این دنیا همشکل این دنیا نمی چرا کتاب یعقوب برای ما بسیار زیبا آیا داده و تعلیم میده در عهد جدید میگه که دوستی با دنیا دشمنی با خدا هستش و اگر ما این دنیا و خواستهای نامشروع دنیا را میپذیریم با, با خواستهای نامشروع این دنیا دوستی داریم این خود دشمنی با خدای محبت است خدایی که زندگی ما را بعد از ایمان تغییر داد نو ساخت جدید ساخت فکر ما را ذهن ما را دید ما را همه چیز ما رو در پاکی آورد و ما بیایم دوباره اینا را خوبی های خدا را فراموش بکنیم آن چیزی که از قبل بودیم در اول در زمین همون را زندگی بکنیم این ارتباط داره به ای که باز ما بالاخره برای خداوند خود ما جوابگو هستیم و میدانیم که بر خداوند چی باید جواب پس بده آیا آخره می خدمت شما بگویم متاسفانه وقت بسیار کم است فقط در یک جمله میگم خدمت شما کتاب فلیپیان باب دو آیه پایل میگه طرز فکر ایسای مسیح را داشته باشیم آن چیزی که مسیح فکر میکنه ما هم فکر بکنیم حالا بیاین کلام خدا رو بخونین با فکرای خدا آشنا میشین ببینیم خداوند چی فکر داره با مو طرز فکر در دنیا زندگی بکنیم وقتی که با طرز فکر عیسیی مسیح در این دنیا هستیم فکر زیبا نیکو و پر از برکت می باشد به نام عیسیی مسیح تا درس بعدی شما را به خداوند بسپارم همیشه پر از قوت و روح خداوند باشد آمین